قرضدار بیادر یک مطل است میگه کچ بشی راست بگو دیگه تا که انتظار بیا ما تو کلان هستیم امی مسئله رو زود جمع کنیم امی دختره که چراغ شود در خانه تاریکی بچه ما این امی بخیر فقط یک آگفتن خودت مانده رضایت فامیلت مانده گفتم امی از خودت بشتهیم که امی گپی یک کو پخته چی هست به ما اینه پردل بیادر گپ اساسی یه است بچه تو بسیار بچه خوب است اما گپ چی است؟ گپ ای است که امی دختر ما قبول نداره و میگه که من هنوز وقت دارم هنوز برای تو عروسی کردن من بسیار وقت است دیگه امی دوستی و محبت ما تو پابرجا باشه فهمیدی؟ من تا این امی معامله شدنی نیست امی یکی خلاص امی بچه من بسیار طالع دار است تو باور بکن که نه من میفهمم گوش کن میفهمی خوشبختیش دیگه چی هست چی هست در مادر کلانش رفته من میفهمم دیگه سر یکی با حساب نکن من میفهمم من تا این امی معامله فعلا شدنی نیست بیادر نگفتی که امی جواب رد از طرف دخترتان است یا از طرف قوم خیرشو یا خودت است فقط خاصن از طرف دخترم است بس همی یکی و خلاص بس بیادر نامزادی گفته بگرتس نامبزوری نگفته سیس خواستگاری گفته بگرتس خواستگاری گفته خواست یک نفر باشه من تا او بیادر بازم برات بگویم که دوستی و محبت ما تو پاورجا است آه نه هست این همی معامله شد نداره خیر باشه خوب شد که گفتی خواستگاری است آه همیدی بزرگ بزرگاری نیست همیدی بچه کات کوکوت برای او بچه نه پدر بیبی ما سر از این بچه دم اول شک داشتم کی رفتنی است کدام بچه امی خو امو که خواستگارم او دیگه آینده خدا کی بفهمه که چی گپ میشه اگه یادم اول میگفتن که بچه ما کیس داره من دم اول آمیکدام خب من خبر نداشتم من تو شک داشتم یعنی بچه در خارج هست رفتنیست پدر فرصت عدس نته اینم یالم سر وقت است. هنوز پنج ماه تیر نشده این خوازگار خوارمو مینه در خارج است. اگه این وصلت چوانه این خوارمو میره خارج میشه که یازنیم کارهای موتورم جور کنم ما هم بریم بسته فامیل ما بره خارج از آینده کس چی خبر داره؟ بیگه آجل برش زنگ بزن نشه که داماد طلایی را دز بتیم امیال برش آفرین زود کجا زنگ بزن یا باش تو از وقت قبول میکدی خب ما چی بفهمم دگه جای خواستگاری نرفته باشه زنگ بزن زنگ بزن بله بله سلام علیکم صحت خوب جان جود خانه خیرتی است همه گی خوب هستند سراو جان چطور است؟ خوب است؟ خوب اینه او بیادر بخاطر زنگ زدم گفتم که امی چند وقت پیشتر به یک گپ خیر اقدام کرده بودی خانه ما آمده بودی در جواب از اونمو گپ ما مثبت است یعنی آس گپ دخترم مثبت شده گفتم آده تلفن رو قگب زدن نمیشه گفتم بیا بخیر که از نزدیک بشینیم کمی گپ را بندازیم آه بخیر آه بخاطر که میگن در کار خیر هر قدر عجله کنی کار خوب است آه من منتظر هستم فعلا خداحافظ خوب یادر آل زندگی بیخی کش و تیله شده چطور هستی؟ زندگی ها بخیر من میگم گوش که خواب عجب هزار خارج به یک برگ سایه وطن نرسه نرسه هزار نوشابهش به یک چای وطن نرسه نرسه او نه عدوش آیفون سلام علیکم آیفون جور هستی بخیر هستی ساتان خوب قدر شما دیگه سر چشمای ما بخاطر که عکس ها خوبیش بیاید ناسکو که خریدار داری ما نازت هم نیمت داریم بچه شه خاطر که اکسای ما خوبیش بیاید سکو مردم ها در کجا رسید فهمیدی ما او تازم سنگ پای نبر آمدیم از شهر ما تیلی بکش نه تیلی فریتی اگر شهر داری تیلیفون ما کار میدی
تلفون مرا که ما بکشم پیش از تلفونا میشه نه جنگ نکنه دقیقاً تلفون جدید یه دقیقه تلفون جدید یه دقیقه یه دقیقه صبر کن یه دقیقه سمور کن اوف چشمه چی داری ها چی میکنی باش نه برو جورجو موبایل شما سه کامرا داره؟ نه سه کامرا داره؟ نه این هیچ فلاش میزنه این سه کامرش بگی دیگه نه الو رک شدم الو رک رک وی رک رک کجاست 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 رک تمام بگیرم برو جورجو اینقدر شورتش نشده برای نوشابه میخوایم نوشابه سر من خاله مقطع مقصد ما یه از بیادر که شما ایفون داره نه ما تابال یک عکس یا مطر رنگی فهمیدی؟ ایفون یکی نگرفتی؟ ایدت شده که ایر 13 ساله نشان مثل مرا 12 ساله یا 9 ساله سعی کنین حالا ایفون در دست ما دیگه عکس شما را بسیار با ناز کرد بسم الله بگی دیگه عکس شما بگی دیگه باش ایفون رو مون به چطوره؟ یا کمی ایسی بگی خدا تو ایسی ایتو؟ تو پیشری بگی بگو فقط دوان ایرسیس؟ نه نه ایتو استوار دستا ایلا باشه آیفون بده ایسی بگی آیفون تو میای آیفون تو میای ما خودمم نباشم مشکل نیست آیفونم بگی دم پوش دیگه بخل ازو بگیرش نکو دستا که آیفون ازو پت میشه تو ایسی بگی کمی ایسی ایسی نکو دیگه او را بند نندازه نه فرم از را بند ننداز مام دا آیفون خود بگیرم عکس کندل چطور است؟ اکشن چطور است اکشن؟ اینطور اگر بگیریم چطور؟ نشد نشد لیاقتتان بتاله بود چرا؟ شما دم تلفن های خود بگیرید در اسکرین از این ایف اسکرین از این نکده کسای شما را من بگیرم نه ایج جور نمیاین در اسکرین خیره خیره ما نازتا میور داریم بخاطر که اکسای ما خود نمیجا جور بسیشه نامید نشو نامید نشو نامید شیطانه نه آه نامید نشو نامید نشو برو دیگه بیادره ببخشید که حکمه گفتم ایستو کن اما در کمره جور نامده شما سر مافل بوری کدی خواه؟ در کمره جور نامده خواه برو بسشه من میگم میشه که گروه آیسی آیفون تا بسوزن آیسی نه چلای قوارد با آیفون جور نشده برو اتا موبایلا برو تلفن خود بگی اتا موبایلا اما تا یک شخصیت برو اما تا لیاقت میخواید لیاقت شما ور خونه دست هر کس نیستیم به موبایلا بدونی شک که آقای رشوت خور بده بدونی شک که آقای دوست بده آقای دوست بچه دوست بچه دوست خب کاکا جان اینه بخیر کم مانده خلاشت این یامینه خلاصی تشکر دکتر سیب من دکتر نیستم دکتر سیب رفتن تا بیرونه من نرس هستم همین کارهای زرقیات من انجام میتم چی دکتر سیب باشه چی نباشه زنده باشی خیر بله نرس سیب چند شد حساب من؟ باشه چکر ما ماشین حساب بگیرم اوه گب با ماشین حساب میرسه یک زیاد شده 51 روپه جناب نرس از من خواهی یک پیچکاری بود 50 روپه دیگه شست حساب چی هست؟ نه اشتباه فهمیدی کاکا جان اتر از اینمی لاشتک را که تو بینی بندکش هست توسط از این من رگتانه معلوم کردم نه در روپه از اینی میگیریم در روپه دگرم بخاطر اینی پخته و اینی الکل میگیریم 30 روپه دگرم بخاطر خود زرق پیچکاری میگیریم و یک روپه دیگه را به خاطر این پلاستر میگیریم همین چسب زخم کست از اون خاطره که در مجموع میشه 51 روپه ببخشید این الکل پد به حساب الکل میگه پخته و گپا این به حساب مجانی نیست نرس جان نه نه کاکا جان خودت فکر کن حالا ما همی الکل و این همی پخته و یاره مفت از دواخانه تهیه میکنیم نه ما در مقابل از این پول میتیم و از شما پیسه نگیریم خب خیر مجبور هستیم بعد از این دیگه از خانه الکل پت هم کت خود بیاریم یک پختک پختام یک کلمبه پختام کت خود بیاریم دیگه به خاطر که صرف هم پیسه چیره من از خانه گرفته بودم من دیگه پیسه کت خود نه دقیقا راست میگین حالا سعی که مثال بنریم چوکی که شما شیشتین قرار که در راحت یعنی به شما تخفیف است هیچ ما از این پیسه نمیگیریم اگر این باید ما از این پیسه بگیریم ما دیگه به شما تخفیف کلون رایگان
از اینکه دخو تخفیف و نیکی دیگه کنی زیاد نمیشه؟ یعنی که خی از خانه پختام کد خود بیاریم؟ ارچ خی از خانه کد خود وسایل بیاریم نمک از ماز شما پیسا نمیگیریم چوکی هم کد خود بیاریم؟ آه چوکی کل چیز کردتان بیاریم صحیح صحیح در غیر دو زره زره از این باید شما پیسا بتین دیگه آقا بخریم تصفیه حساب ما را کنیم خب نرز جان خیمه خو 50 رو پاوردیم یک رو پیش قرض باشه باز میارم برای دیگه او یک رو بخواهد که گفتیم این خلاصتر از نمیشه ما کلو چیجا حساب کتاب هست اون یک رو پر ما باید بگیریم خی ببخشی بخاطر یک رو پر کلای ما بانم موبایل ما بانم چی رو بانم من کلای تا بانم کلای ما بانم کلای تا مر ماما خوب میگه نه هست تو کرده برو بخیر بریش دیگه یک رپا و درپا در جیب تان همیشه باشه در شما خانم دیگه مجبور هستیم بعد از این باید پولیسی ها کت ما باشه بگیر یک رپا درپا سی رپا کار میشه ای در نظر تو نمه فال بینم فال میبینم فال و احوال میبینم خوب را بد میسازم بد را خوب میسازم قیل و قال های زندگی با پول و مال میبینم بیا مشتری ها بیا یک وقت کم است بیا جادوگر بیاد سلام خوب باشی جان جور خوب هستم من خوب هستم وقتی که تو آمدی خوبتر شدم چون دسلاف نکدیم تو دسلاف دسلاف خب مایی را بگی خیر ببینی خیر ببینی خیر ببینی خب چی مشکل چی جنجال جنجال تا برای من بگو مشکل من یه است که من میگم که امی دشمن سر تام نه یعنی مشکل من گرفتار نکنه خب چی مشکل است یعنی می بچه ایم که است مشکل بیخوی دار تو باش که من یک سدی دیگه هم تو را بتم باش که یک سدی دیگه دیگه جمع کن میانا اون پنج سدی هست بگی بار ما تیزه که تیزه که بارم تیزه تیزه یک تکان بیتی که دوز نزنه تو باش اینال یک من یک پنج سدی دیگه هم تو را بتم اینا والا خیر ببینی خیر ببینی کی میکنه دمی شرایط خو چی مشکل چی جنجال جنجال تا برام بگو که من حل کنم مشکل اینم اولاد ممی است که این شو اش خو نداره از دست که این شو خو نداره ده به خانه قومای را میمان نمیسازن میگه به خاطر از اینکه بیدار میشینه ما خو میشیم نشه که کدام چیز بزنم فکرت هست یک لحظه ببخشید شما قمارباز هستید کم شدید؟ معلوم شد که شما دشمندار هستید خب و دشمنداریتان دشمنشاد شده و آدم بچه تو را تاویز کده کی تاویز کرده؟ ایتو تاویز کرده ایتو تاویز کرده که هیچ اندازه نداره خواه از بچیت بچیت از خو جدا کرده؟ خواه در نظر بچیت و بچیت در نظر خو بد ساخته اگر تاویز از دیره رد نکنی اگر تاویز از دیره رد نکنی یه آدمه که یک آدمه که قد پخچه که قد بلندک چاقه که لاغرک است فهمیدی؟ دیگه اگه تاویز از دیره رد نکنی میفهمی چی گپ میشه؟ بچهت بخیر دیوانه میشه خو بیخی یادش میره بمی نشانی خسارش هست خسارش هست؟ هر بلایی که هست هست خواه هست کدامی هست آلی مسئله جن زده زیش تو بشه یکی خو نداره میگه مرا جن زده ما تاویز میتوم این مشکل پیش ما هست ایتو تاویز برات بتوم ایتو تاویز برات بتوم که بچهت آین رو با و امی خوشه آین بسازه کمی همیشه نمتو خو باشه همیش خو باشه هر دقیقه خو هر ساعت خو هر هفته خو هر ماه خو میفهمی به خاطر چی همی چیزی که خوایش است کل خوایش چی شوه یک دفعه کل خب مرا برای تاویز بده تاویز برات میتوم منتها این تاویز یک ذره مصرف کلان داره خب باز پیسه باز پیسه وی خی مفت کار 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 مفت کار کار نمیشه جور شوینه جور شوینه پایسه را زود بته که تاویز در دست مانده تو چی کدی؟ حالا که جو پتاو میخوره با چه بسند تکت با چه بده خطی بینی برابر کردی بخی 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 یه تو تاویز است که بچه تا خاکستر می سازه تیز کو کلش بته بچه بسه نکو خانه خراب پیسه را خود نکر نجیب دندان بگی تاویزه بگی دستت خوب قایم بگیرش کجا میره تاویزه بگی که سرچپه کار میکنه هیچی بلاست
تبا و برباد سا خودت تاویز ایجا بر ممان خودش رفت برو بلایم دمی پست من خود پیسه خودا گرفتم و با حال تو کس چی تیار بفرمایید جناب قرضدار خوب هستید جان خوب هستید ساعت شما خوب جان جان خانه خیر وظیفه میری نمیری میری بریم قرضدار چی خونه شدید تفاوت خونه کردید نه تفاوت کردی تقاعد نکردی آفرین خوب است که تفاوت کردی تقاعد نکردی یگانه کار زار بود دیگه خب دیگه چی طرفت خیرتی چه والله سونا خیرتی از طرفای شما چطور است من شنیدم که کدام مشکل داره چرا اوتلی او بچه گیم میدن تلفن آقا این از کسی نیستی؟ از بچه هست درس خوانده قرارم تو ماندهشه نه گیم میدن خواه دیگه غرازدار سوی وزیز یه دیگه پاس شرایط هست چی هست والا امی کاره چی رو چی کدی؟ کار تعمیر کجا رسوندی؟ کار تعمیر دیگه سمت هم گرفتی؟ جغل هم گرفتی؟ سیخ گل هم گرفتی؟ چی کدی؟ کار کجا رسوندی؟ دیگه آه بچه چای بیار که مهمان آمده این آن آورد و پدر نکمان که کشتی کس هست نه؟ ایلا شکلی نه؟ چای بیار تلفون مرد چی میزنی؟ سلام کاکا خوب جانه گیزی خوب بچه کاکا بچه کاکا دست خوب هستین بخیر بچه ما نک ما سیک بچه تلفون اگر ای خیره برو باشه خیره مشکل نداره باشه پیش باشه گیم میزنه خواه ده غرازدار شد غرازدار شد خیره خیره پدر مشکل نمید چی هست ابی اشتوکا هست دیگه بگی چایتا بگی بگیرم بیادر بفهمی گپ کجاست گپی هست که اینمی کار نکنی که اشتوکا که اشتوکا نمید امی کاریگرا بچه بیا جی بشی کاریگرا خب بیا از یک خشت آل میمانن یک خشت سبا غیر از او این اینجا بزر دو خشت که بالا میکنن میرن یک جای دیگه برای زمین اوه اوه وقت زایی میکنه بالی سرش که نباشی کار نمیکنه کار نمیکنه بدگه اوه بچه تیاره جید ولی رقم میدین چی هست؟ یعنی تو بگی رقم این؟ خوب بچه مشکل تکنیکی است بچه بخیر تکنیکی داره قدم سایز بریم بیا مشانت میتونم بیا من کتا کار یک قیر دوست داره یک قیر بچه من دوست داره بیا 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 مشانت چی شد بچه بینتر نیده اندازی شد خواه خیر سمت تو خواه بیا مشانت میتونم بیا بلیم موبایل کار نداری؟ نه دیگه گیم زدی؟ خوب شد نه؟ زیاد گیم دارم دیگم دالی؟ زیاد دارم حال کار نداری؟ نه که پت آمدم باید گیم میدم خیلی سعی سال مرا خیلی کمک کار دارم خیلی جا باش من کاغذ برم پس زد بیایی زد میاییم دیگه زد بیایی زد میایی؟ زد میایی؟ بگم اون مرد با بیجوزا کی میگیری ها کی بود کی بود بیجوزا میگی کی بود کی بود کی بود کی بود کی بود چیکار پس او بچه کی بود سادوی بچه پس کی بود هموطنان عزیز و دوست داشتنی سلام با گزارش آب و خاک امشب ما خوش آمدین چطور هستین؟ انشالله که همه شما خوب باشین صحتمند باشین موضوع یا گپ آب و خاک امشب ما به ارتباط چراندن گوسپند به کردای آسیلی یا مثلا پارکای شهری هست بعضی کسا هستن که بعضی دوپایا هستن ببخشید خفه نشین که شوق چارپای در سرش میزنه یا میگه من باید گوسفند بخرم من باید مثلا بز بخرم من باید گوساله بخرم اما اینی احساس نداره که اینمی چارپای خود اینمی دوپای همی چارپای خود در کجا غذا بده دیگه فقط خریدارش یاد داره دیگه مثل یگان تا اولاد داره دیگه دغم اولاد خود نیست که هر جای رفت مقصد شکمش سیر شود دیگه اینی آدما
بعضی کسا نمیتو گوشپند میخرن، شوقی گوشپند در سرشان میزنه، دیگه بیادر گوشپند خود در زمین های آسیلی مردم اعلام میکنن. مثلا یک کسی گندنه کش کده، یک کسی مثلا یک چیز یک ترکاری دیگه کش کده و همچنان اینمی تو مردم ها مواشیشان یا گوشپندهایشان بیادر گوشپندهای خود در چی اعلام میکنن؟ گلدان های شهری که یک سال سر از او زحمت کشیده شده، در هر گلدان شش نفر، هفت نفر در شارالیوجا بیچاره مصروف هستن به خاطر تزیین شهر، به خاطر خوب بودن شهر. مگر یک آدم به احساس پیدا میشه دیگه گوسفند خود اعلام میکنه. وقتی که یک کسی اعتراض میکنه، یک مثلا یک مسئول شهرداری سرش اعتراض میکنه یا یک زمیندار، یک کردار سرش اعتراض میکنه، این میش که دیگه پاچا را برزده در جانش میآید. تو چی حق داری؟ تو چی حق داری گوسفند به بزنی؟ این حیوان است، او برادر سعیس. این حیوان است، ولی تو انسان چه کار میکنی؟ تو انسان هم که احساس نداری که ویوان کمبخت به خاطر که شکمی سر شوه، گاهی مثلا در کردهای شهرداری لاش میکنی، گاهی مثلا در کردهای آسیلی مردم اعلام میکنی و سر تان بسار بلند که علم گوسپند داره تنه خرابه بشکی بشه زد کلت که فکر ما را خراب که داری سیمه لای سزگه تشکری قلبان یخشی بلسز ساق بلسز تاسه پاپاگ الله سفارو اللامو مرشه. فیزیک معرفی کننده علم متحرک هستی هست. درس خانه کسای که درس خانه علم رسن علم رسن سای که بیادر اده ای همیشه بخاطر امتحان آبادگی میگیره. ما او تو ایدی شده گیم چقدر خوب بودی ها چقدر خوب بود. سلفی عزیز، سلفی عزیز اول سلام. ای که اول سلام بده اقا مزایم از اینمی مزایم سنف از اگه اینمی نباشه ما قضی خودم میکنیم گیم خودم میزنیم خنده و مزاق خودم میکنیم که دست ورسه ده بیرو بخواه بدا قضی نیست منه هرچی که شد شوه اینمی تو عادت عزیز اینمی عادت عزیز اینمی که درس بخوان درس بخوان عادت عزیز اینمی عادت عزیز بگشم برد یک مرغه نه بولا ولی برامی کشه سنفی عزیز اگه ساعت تفریح باشی من درس خود بیرو میخوانم مگم ساعت درس هست ما در قضی کسی نیستم در قضی کسی نیستم من شیشتم نه این بچه هست بسیار یک بچه خوب با ادب لایق درس خوان صنف هست یه چند دیوال نداره کل دیوالش اینمی کتابایش هست درس خوانه اول نمره صاحب همین مثلث هست یا مستطیل یا مستطیل یا مربع چی هست تو خود اول نمره هستی بفهمی دیگه دایره باشه شاید دایره باشه تو خب یاد داره تشتگه کنم ما خب ایزو درس نخونده تا وقتی که دلاغ باشه دیگه ما درس نخونیم نمره میگیریم دیگه کامیاب بشیم چی کنیم سعی کنو ببینی نه برای تا نوزر میکنم برای فکر با برادری میگم که مبانی که درس خدا بخورم چپ تو اول نمره است که موتر به کدام دانه میره من نه موتر ها زاویه چند است زاویه ادی چند درجه است اول نمره است زاویه ادی چند درس خورد زاویه ادی چند درس خورد سراو جان سراو جان خان سراو جان گل سراو جان بچه با استعداد السلام علیکم سراو جان خان بچه لایق بگو مشکل تو لایق اصل به ماستی مشکل تو بگو مشکل تو تو دیگه ماستی مشکل تو بگو سایکو همین شما در امتحان بیای خوب ام جدی جدی که تای خونو کسری این همین تا کدام فصل است مربوط کدام فصل میشه مربوط کدام فصل میشه زمستان نکنه که بازم نخصم بشی ما گفتی زمین نه نه سر جان ما نزنیم نه نه سراواتو بود بچه ها نیست بچه شون بزگه هم مورا بخود اگه نه بگو ایره دو بیرو برد توفک چپسک برگر کباب هم یه گفتی برد میخره امروز دیگه ما نجوانی نکنیم تو بیا تو در پایی ما بیشیم اینال استاد ما شروع میشیم تیا دیگه مورا تنو نه بگو نه اصلا دیگه بیشیم یک گب میزنم یک دیوال ماست یک دقیقه هر روز از خود دوران دارم خیر ما شما هم دیوالیست یک دقیقه بگو از یادت ببر او دوران از یادت ببر مشکل چیه بکش باش که بکشم دوران از ذهن بکشم امروز دیگه همه ما را بخو بچه همی پیش از اینکه میمون براش نان بیارن چی میارن؟ پیش از اینکه با میمون نان بیارن؟ آه اوه دست؟ خب اینه دیری چی که لایقه؟ اندیوال شد دیتا جوانی بطا بچه نیستن بچه نیستن کمک میکنیم کمک میکنیم خود است قول است شاهده عزیز انشالله که آماده امتحان هستیم بله بله بله
درود و ادب خدمت شما هموطنان عزیز و دوست داشتنی. دوستای عزیز، به پایخانه امشب ما خوش آمدین. قصه یا موضوع پایخانه امشب ما به ارتباط کیفیت درجه تحصیلی و کیفیت درس در مکتب‌های قدیم. بله. که در قدیم همه کیفیت درس چه رقم بوده؟ قصه میکنن میگن اینقدر کیفیت درس بالا بوده که این همه کیفیت پانتون آکسفورد لندن پیش خورتنین مکتبای ما و شما هیچ بسیار ضعیف بود. همی اشتکای ما با بزرگای ما قصه میکنه بگه در قدیما در 200 سال پیش 500 سال پیش دیگه شاگردان درس نمیخوندن، فقط کلی خود بارگیری میکردن. بارگیری مثلا هندسه، کیمیا، فیزیک، علمی ها رو در کلی خود میبودن یک 5 دقیقه نمیتون میکردن یه نمیتون قیصات میشتن در 5 دقیقه کلیش در زینشان میامد. آه درس نمیخوندن، شب خدا گم نمیکردن، روز خدا گم نمیکردن، از مکتب که ببرا بدن کلش فایل سوک یا فایل پوف بگه تا از کلی فایل پوف مبرامد نیست اساس مبرامد نیست بیخی گپ دقیق است امو یک بچگه که نواسی همه مادر کلانم بود خوردانی کالیت کلتان مشناسینش یک صنف دوازده که شد صنف دوازده که شد بیخی دمی قوم خیش ما اونا شما هم در جریان هستین دمی قوم بین قوم خیش ما به نام دکتر مشهور شده بود این صنف دوازده صنف دوازده را خوانده بود کلگی میگفت دکتر از من این صنف دو جرا بوده بیخی دیگه لایق بود عملیات شروع کرد یک گپ بسیار جالبی که من یک دفعه مریض بودم تو تاو کده بودم که هیچ بردان گفته نمیتونم دیگه مرا پیش زمین مادر کلانم برد خدا بیامرزش وقتی که برد بفهمین یک قلم دوا بر ما داد انوز دوا را ناخورده مجور شدم سر دو شست و پای استاد شدم ناخورده یعنی که یعنی که امی صرف دوازده را که میخواندی دکتر بودی در یک قلم دوا صد قلم مرض استاد شدی صد رقم مرض جای به جای جور میشد دیگه از بابا و بابا کلان من نواسی شوی همه خاله بوبوش قصه میکرد میگفت در قدیم کس مطالعه نمیکرد این همی کتاب بوی میکرد از همی طریق بینی وقت در کمپیوتر کلش گرفت بود اونمو رقم بوی میکرد کل کتاب رفته بود در مغزش همی کسایی که اکثر میگدنن درس های اضافی رو بیرو میکنن با او که نقلا رو بیرو میکنن دیگه میگفت در وقتی که در صنف اول خلاص میکردن صنف اول خلاص میکرد کسی که مطالعه میکرد یا که خط خوانده نمیتونیست پیش همی صنف اول میبردن ایره میبردن و بلبل بره این صنف اول میخوند و مطمئن و مثل حال نیست که صنف دوازده هنه صنف های دوازده حاله که نه نام خود نوشته میتونه نه همو خط خوانده میتونه نه دیر خود میاره دیگه تا جایی که یاد من میایه دو وقت کسی که صنف اول میخوند یک آدم باسواد بود کسی که صنف دو را میخوند به اندازه دوازده پا سوال علم داشت کسی که صنف سه را میخوند به اندازه 14 پا سال بود کسی که صرف 4 می خوند به اندازه لسان 3 سال بود 14 پا سال بود کسی که صرف 5 و 6 می خوند دیگه یک آدم به اندازه 26 پا سال بود 26 پا سال بود خیلی گفتم 26 پا سال اینا ما شما سایی که تا صرف 2 خوانده منه مگه من نمیاره یک نواسگه که من سنی میرم میاره لسانس گفتم میشه لسانس است او روز گفتم بگه می خطه بخور خونده نتانست حیران بانی یک کیفیت پایان آمده به نظر بزرگایش رو بسیار بزرگ است. دوستان عزیز تشکر که با حوصله مندی بخش برنامه را هم دیدین. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. شما را به خداوند پاک و بی نیاز می سپاریم. شبتان خوش. خدا حافظ. اشبام و بخیر. سلام. بازم خوش آمدین بیننده عزیز با میز چارکنج امشب ما خدا کنه که جور و صحت و سرحال باشین از نو کردن کتاب های درسی برای محصلین تا نیاوردن تغییرات در محتوای آن کتاب و کشیدن پول بازم از جیب خود محصلین برای بحث بیشتر مهمانان محترم با خود داریم جناب استاد پولدار و جناب محصل بی پول سلام خوش آمدین سلام بر شما سلام خوش باشید در مورد چاپ جدید کتاب‌های درسی و آوردن تغییرات جزئی در آن
مثلا تغییر در پوش کتاب نه در محتوای کتاب. شکایت های را از نزد محصلین دریافت کردیم که می خواهیم به او بپردازیم. در نخست می خواهیم جزئیات از زبان شما بشنویم جناب محصل بی پول. بفرمایید. سلام به شما، سلام به استاد محترمم، به بیننده‌های عزیزم، به همگی سلام. سایکو بیادر، من خودم محصل هستم. بله. محصل سمستر چهارم. بله. رفتم یک خواری و زاری کده رفتم پیش محصلین بالا، یک رتبه بالا. رفتم گفتم بتم کتاب تا که امروز کتاب نداریم. کتاب نداریم، باز رفتم در صنف ششتم که استاد جان آمد. بله. استاد جان آمد، کتاب ماندم، گفت این کتاب چاپ جدید نیست. سابقه. این سابقه است، برو جدید بیار. سایکو گپ خوب گوش بگیر. خود استاد هم است. این خود استاد هم است. بله بله. گوش بگیر که درد دلم زیاد است. بگو. درد دلم زیاد است. آیسته. درد است. حوصله. این کتاب گفت چاپ جدید نیست، چاپ کهنه است. رفتم پیسه جمع کردم، خواری و زاری و پیسه نان خود گرفتم، در کتاب زدم، کتاب خریدم. آوردم استاد نشان میدم، خودم میمینم که او کتاب با این کتاب سر میدم کردوش یکی. کردوشش فرق نداره؟ هیچ فرق نداره، یک دیزاینش فرق داره. یک دیزاین یکی فرق داره. سایکو این همی ظلم نیست. این همی درد دل محصلین نیست. سایکو این درد محصلین است که استادا در حق ما این کارا میکنه. خب از شما میشنویم جناب استاد پولداری، ظلم نیست این کار شما؟ با اجازه شما اول سلام به شما و ببینندهای. بله، سر اصل مطلب. گرچه گپ قابل بحث نیست، اما بازم باید براتون به صراحت بگویم که این ظلم نه، بلکه یک کار بسیار خوب و بسیار بجا و بسیار ارزشمند است. چه قسم؟ یکی خلاص بکنم. اطور است، چون محصل نو است، محصل نو به درس میایه، باید همه چیز نو باشه. وقتی که محصل به درس نو میایه، باید کتابش نو باشه. و ما اونمو کاره به خاطر این کاره کردیم که امو ارزش خود برای ارزش محصل پیش ما بسیار زیاد است. به مو خاطر ما کتابش را باید چاپ نو میکردیم. و اصلا کتاب وقتی که چاپ میشه برای محصلین اینمی سال چاپ میشه، نه به سال بعدی. سایکو نداختان کسی که نداشته باشه، محصلین که نداشته باشه، از کجا کنه؟ خب در کل هدف شما از تغییر چی است؟ مثال اگر کتاب رنگ سفید است، او را سیاه کرده. بله. صحیح است؟ اگر یک نوال اندازه شق است، او را قدر کرده. ببخشین. اگر یک متن یک سانتی بالا است، او را یک سانتی پایین کرده. ببخشین. چرا هر سال یک رنگ مختص به خود داره؟ ما هم اونمو رو بخاطره که برای محصولین تنوع باشه و ارزش قائل شده باشیم، اونمو رو رنگ ها رو باید تغییر بدیم. خب. که پوشتی کتاب، قطع صحافتش، دیزاینش، همه چیزش باید تغییر بده. خب در محتوایش کدام تغییر نیست دیگر؟ در محتوا تغییر نیست، در تغییر آورده. صرف در دیزاین تغییر. بله. ظلم است، مطلقاً ظلم است. در خیر ظلم نیست، مطلقاً ظلم دقیق و بجای است. مطلقاً ظلم است، نتاق جان. خب صحیح ظلم است، نتاق. راست میگه، سر از این باز گپ میزنه. بیندای عزیز، این بود میز چارکنجی هفته ما. تا میز چارکنجی هفته بعد، خداحافظتان. آله چرا قناله داری؟ دینه روز باران کار سرم زیاد بود. خب بخیالم نم زده، شانای ما قلنج گرفتیم. قلنج ایتو قلنجای تا بگیرم، ایتو قلنجای تا بگیرم که بیخی کار یادت بره. آل یاد داری یا نه که بیخی از کار نمانی مره؟ آه بیادر، من در این کار استاد استم، استاد. ایتو قلنجای تا بگیرم که از امی ته دل خودتام و استقانایتام دعایم کنین. وقتت یاد داشته باشی. خیرت چی میکنی؟ ایلاکو نبو نکو چی میکنی؟ ایلاش کو؟ قلنجایش هم میگیرم، باش که خستگیاش بر اومده، استخوانایش قرص داده، مرد دعا کنن. مدیر صاحب بگیر، دعا را خیر کالا بدعا نکنه. یادت هست؟ آخرین بار که دعای استخوانای پردل گرفتی چی کدی؟ آه، بخاطر شکستن استخوانای پردل را میخواییم دعای استخوانای عزیز بگیرم. گمدل جان، یاد داره، مرا گفت که یاد دارم قلنج تا میگیرم. بگی مدیر صاحب. دل تو بچه را از ما خود گفتن بود، باز نگویی که نگفته بودی. مدیر صاحب. نکو که نمی آدم با زور خود نمی فهمه کدوم جایی نایی میکنم. مدیر صاحب. احلا. صبر کن. یه قلش کن. یه دقیقه. مای بچه. اینی شماره شکسته بند است. پیشت باشه میشه کارت شوه. نه یاد داره مدیر صاحب. پیشت باشه کارت میشه. مدیر صاحب یاد داره.
خوب یاد داره. خوب یاد داره قلنج. آلا 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 آلا. آستا آرام آرام یک لحظه. بگوره بلاش کو. یک لحظه. خیر است. بایدن کنه بایدن کنه. یک لحظه. باش ایسونش مانده. بس بس بس. چی شد؟ بروی لایش کو باز دگر. چی شد؟ جور شدی؟ موندیم متا گردن کش موند. بایدن شد. ما نگفته بودم. ما خو گفتم متا. خوب چد. اول روز تازی بتا. نگفتم لایی که بزور رو خود نمی فرما جای تایی می بیکنه. مدیر صاحب چی کنی؟ مایده کنی کارتا؟ برو پیش از همیشه که سبند کادر سگیر. اونا شماره رو برد دادیم. برو پیش شکر سبند که صحیح قلون جای تا بگیره. مدیر صاحب چی کنی؟ بلکان شانه ما مایده کنی با قیالمی چی؟ نه مایده نشده. بخاطر که قسقس نکده. برو پیش همیشه که سبند که جورت کنه. خوب بچه. برو مکن نبیگم کتش بیا با کم بگی مرا حسد دیدی نه خود رسا دیدی گفتم ات نکن کنون برو اوگارش میکنی من گفتم اوگار نمیشه یکت نازوالی بود که ها پرورده بار استخانه های از یان بخی مدیس عزیز بله ما پیسی بلبرق تاویل میکنم سلام علیکم بله بسیار ببخشین ما پیسی بلبرق تاویل میکنم پیسه را در غرفه دادم پیسه را نمیگیرن این این پیسه را خوش ما توزیع کردین خیلی چطور کنیم این پیسه را ما برکی بتام ببینین اونا که غرفه که پول شما را نمیگیرن دلیل داره شما در یک بانک بسیار که ببینین میزش مفشن مامورش کاغذ پیچ و شما یک پیسه ببینید چقدر کوره شده یک دفعه شما چشم دارین شما اینجا ببینید از 15 ماشین کالاشویی تیر شده شما اینجا میارین برای بانک تاویل میکنید چرا ببخشید خیلی چطور کنیم اینه این پیسه رو از بانک مام گرفتیم دماش گرفتیم اینه میره شما بر ما دادین اینه میره باید شما بگیرین دیگه چرا تو میکنید اجازه بدین اجازه بدین قربانی شما بانک صرافی های لب سرک نیست که هر قسم پول بگیره فکتان است یا نه؟ شما خودتان منطقن وجدانن فکر بکنین چرا کارا بکنین؟ شما بیره چی میزی مفشنه؟ چی مامور کاغذ پیچه؟ و شما یک پیسی کنی را میگیری برای ما میدین؟ غلطه؟ این ما نمیگیری؟ سیس شما نگیری درست پول بیدین برادر؟ این پیسه خود نمیچره این پیسه نمیچره نه میچره در کونه بود ببینین تاویلی پول وظیفه غرفه هاست کسایی که در غرفه وظیفه دارن از این کنها پولی کنی شما را نگرف به شکل یک همکاری من به صفت یک مسئولین بخش ها شما زنده باشید برای یک بار این کار را میکنم من تو در آینده متوجه باشید این حال بقایی تانه میتو پیسی شما شد 580 بقایش برتان میتو چرا نید چی رو بگیرم؟ شما گرفته بریم بابا شما از ما پیسه نو مطالبه کردین اول پیسه کونه رو بر ما میتین من پیسه نو کونه رو نمیگیرم پیسه نو بدین بر ما شما ببینین ایسته دی ایسته کن ای رسه کنین ای رسه کنین بغلش نیست این شما که نمیگیرین مام نمیگیرین از مرا گوش کنین از مرا گوش کنین ما شما دو نفر کلون هم میگه قال مقال میکنین خوردار چقدر گفتن گوش کنین چی میگم بتانا از مرا گوش کنین از مرا گوش کنین بانگ به اصطلاح ذوب پول کونه نیست این بانک است ما هیچ کدام ماشین ذوب پول کونه نداریم مثل کارخانه آهنواری که پولای کونه را ذوب کنیم ما باید به کسی پول کونه را بدیم مدیر جان علی سوچ پوسکنده پیسه نو از پیشم گرفتی پیسه نو مرا بده یکی خلاص بیبی ما برات گپای کاغذ پیش زدیم باید پول کونه را بگیری بیادا جان من این پیسه را نمیگیرم یکی او خلاص پیسه مرا پس بده من هیچ بل برق تاویل نمیگیرم ما اینو بگی؟ من نمیگیرم گفتم نمیگیرم از ما پیسه نو گرفتی پیسه نو باید برای ما بدی هیچ بل ما تاویل نمیکنم پیسه ما پس بده بگی پیسه ایتا ما برو پیسه ایتا بگیرم بله میگیرم برو هر وقت که برق گرفتید بود بیا شما هر وقت پیسه نو پیدا کردین باز برای ما میایم از پیسه نزاکت بانک بفهمین نزاکت بانگ که نمی فهمین تاویلی پیسه را که نمی فهمین چرا می آین؟ الو گراسی ازدرو و با اخباری ساعت خوش آمدین تکسیرم می دوانم مثل جد اما دشار بلد نیست که در کدام ایسه درخت صبر است در کجایش بید البته منظورم از بعض تکسیران است و تکسیران هایی که وارد هستند مسافر آزار نمیتن مسافر در جایش میرسانن سلام جور باشین بخیر باشین سلامت باشین
دوستای عزیز، موضوع و اخبار این ساعت ما برتباط تاکسیرانهای است که در جریان سفر تاکسی پیش گاهی از راهگذر پرسان میکنه، گاهی از خیش که بدر اینمی که من کجا میرم، اینجا کجاست، باید کجا برم. اینمی است که روز کسی که در داخل تاکسی شیشته بگا میشه، یا کسی که در تاکسی یک میخواد که مریض انتقال بده وضعیت مریضش خراب میشه، کسی که میخواد که با استفاده از تاکسی یک کار مهم خود انجام بده کارش چی میشه؟ خراب میشه، با کار خود نمیرسه، مشکلش حل نمیشه. برای بحث بیشتر جناب متضرر را که خود داریم که این بیچاره در یک تاکسی شیشته تاکسیبان ای را گاهی ایسو برده، گاهی اوسو برده، گاهی ایسو برده، گاهی اوسو برده، بلاخره چه کردش؟ سرگردان ساختش. دوست عزیز، با اخبار استدیوی و اخبار خوش آمدین. زیاد مصرف بولو میشین چرا؟ برنامه است. برنامه است. سلام به خودتانم، سلام به بیندای عزیزم. باش همون جایی که مرا همون تاکسیوان برده بود همون را در نقشه میپولم، در نقشه یافت نمیتانم. کاری را که باید تاکسیوان بکنه، مثلا تجربی را که باید تاکسیوان عملی کند، درس را که باید تاکسیوان او را سرش کار کند، شما کار میکنیم. من این همیال کار کده میرفتم. من یک جای انترویو داشتم، بسیار کار عاجل داشتم. دمیرا روان بودم، را روان بودم که یک تاکسی دم بغل من اینا برو پسانی چی همو جای نوتیفیکیشن داد. دیگه ما روان بودم در پلم، یک تاکسی استاد شد، گفت کجا میری؟ گفتم تا می پل بریانا. گفت بیشه. گفت بیشه. گفتم بلد است یا نه؟ گفت آه من کل کجا را بلد هستم. ما شیتم در شیتم برو نوتیفیکیشن نده، اون جای نوتیفیکیشن داده بود. بیشه گفت شیتم مرا برد در این کوچه، ببرد در اون کوچه، باز در اون کوچه، باز در این کوچه. همون جایی که بعد نقشه داده بودم همون گم شد، دید در اون جایی که مرا برده بود نقشه پیدا نتانیست. نقشه که در موبایل است. تاکسیبان راه را گم کرد، خودت آدرس هست. من خودم نقشه و آدرس هست. بسیار گم شد. حالا این را پرسان میکنم که پدر مرا کجا بردی؟ اینجا نه در نقشه هست، نه در جایی که من هستم، من ترجویو دارم، من اوجم نیستم. گفتم بلد هستی؟ باز پرسان کدمش بلد هستی یا نه؟ میگه بره بادار، من اینجا کل جای بلد هستم، کل جای تکسیران ما هستم، یا توستی؟ کل منطقه را من بلد هستم، تو چی کارا؟ تو چی کارا؟ آخر این آوق شد، روز ما در میگشتک تیر شد، آخر هم انترویم خلا شد. قرار میشه که اگر نید یکان زاویه در یه چارایی بندازم والا همی تو شترنگ ها میزد یکان شترنگ. با چی تو چطور کردید بالاخره؟ بالاخره دیگه تمام روز دمه این کوچه برو، اون کوچه برو، اون کوچه برو، نه انترویو شد، نه کار آجل که داشتم، اون همونجا کلی ناقص شد دیگه. خوخ ای داماد نشده، شارگشت کدیم. این تو تاید شارگشتی داد من. دوستای عزیز، تنکیو، وری گود، اوصولیتان عالی بود، گود نایت.